با درود به بینندگان و شنوندگان تلویزیون رنگین کمان، برنامه ای که امروز من در دستور کارم دارم در ارتباط با مسئله پراکندگی جنبش آزادی خواهی سوسیالیستی و ضرورت همبستگی نیروهای سیاسی ایران با همدیگه است. جنبش آزادی خواهی و سوسیالیستی مردم ایران امروز در شرایط حساسی به سر میبرد. پراکندگی و ندانم کاری های گسترده در میان صفوف اپوزیسیون چپ مستقل دیده می شود و این مسئله خود موجب بقا و استمرار رژیم جمهوری اسلامی تا کنون شده است. عوامل رژیم اما با صرف مخارج زیادی در این نابسامانی و اختشاش و ناامنی در میان اپوزیسیون در واقع مؤثر بودند. بدون تردید جنبش کمونیستی ایران طی 40 سال اخیر علی‌رغم سرکوب‌های بیرحمانه از رشد کمی و کیفی برخوردار شده و هر روز بر دامنه نهوذ سوسیالیسم علمی به عنوان یگانه راه محمل رهایی طبقه زحمتکش افزوده شده است. ولی محاذا این جنبش کماکان در پراکندگی آن هم شدیدی به سر می‌برد که تا حدود زیادی ریشه در اختلاف نظر و نظرات موجود در درون آن می باشد. فقدان یک بدیل سیاسی در ایران که بتواند مورد حمایت اکثریت مردم ایران باشد و جایگزین ساختار دولتی در ایران بشود، در افق سپهر سیاسی ایران جایگاهش هنوز معلوم نیست. ورشکستگان سیاسی و مدعیان قدرت در سردرگمی عجیبی به سر می‌برند و نمی‌دانند چه می‌خواهند و منتظر اربابان سرمایه‌داری جهانی هستند. امید بستن آنها یک روز به رفسنجانی، خاتمی، روحانی و واقف بر واقعیت‌های جامعه و شناخت از ماهیت مخرب جمهوری اسلامی در کل نیستند. بعضی سردمداران اپوزیسیون با سرفکندگی خاصی در سفارتخانه ها ظاهر شدند تا به نماینده ولایت فقیه رأی اعتماد بدهند. چطور میتوان انتظار داشت که از میان این قماش سیاستمداران یک اپوزیسیون دموکرات، آزادیخواه و لایک و مردم پسند سر و سامان بگیرد و به تحرکات سیاسی در ایران ساماندهی کند؟ قطعاً به زمان نامعلومی احتیاج است. مبارزه با یک رژیم متزلزل اما حاکم بر جان و مال مردم و مستقر در جامعه نیاز به یک همداستانی بزرگ و سنجیده دارد و نباید آن را فدای مساف سیاسی با رقبای درون اپوزیسیون کرد و صفبندی های نوینی را تدارک دید و مانع تراشی کرد که این خواست رژیم نیز می باشد. این دوری و نزدیکی ها، جذب و نفع ها باید طوری ادامه بیابد که به وضع موجود نه اینکه ضرر نزند بلکه به آن کمک کند، تا در یک شکل مشخص خود را سازماندهی نماید، تا بتوانیم مجموعه پیش شرط‌های سیاسی و اجتماعی را فراموش کنیم. البته تناسب قوای طبقاتی و سیاسی را نباید فراموش نمود و آن را در دستور کار امروز و آینده قرار بدهیم و به رسمیت بشناسیم.
آنچه امروز با شکل شمایل مختلف در اپوزیسیون سیاسی متولد می شود و آنچه به صورت آلترناتیف های سیاسی جلوه‌گر می گردد، چه راست و چه چپ، در واقعیت چیزی جز کوشش های ممتد همه اجزاء فرهنگی سیاسی و حقوقی در جامعه و خارج از ایران در پی راهیابی مناسبی برای بهبود سلامت زندگی سیاسی آینده کشور و مردم ایران باید باشد. یکی از عوامل مهمی که جمهوری اسلامی ایران توانست ادامه یابد تا کنون، چگونگی طرح شکلگیری و آرایش سیاسی یک آلترناتیو سیاسی اجتماعی در مقابل این رژیم است. تا هم به جو سیاسی داخل اطمینان بدهد که موجودیت سرزمین ایران به خطر نخواهد افتاد و آلترناتیو سمت و سوی مردمی داشته باشد و هم در سطح منطقه و جو بین المللی را متوجه قدرت بزرگی به نام اپوزیسیون با ستونهای مستحکم سیاسی بنماید که با گذشته برخی سازمان ها که همه چیز را برای خود میخواستند تفاوت کرده و با تروریسم و ایجاد ناامنی در منطقه و جهان خطکشی قاطع دارن و جانبدار صلح و ایجاد آرامش و آزادی هستند. با آگاهی به این که امپریالیسم جهانی همیشه در تعقیب هدفهای خود پایدار بوده و استثمار زحمتکشان و به دنبال تولید ارزش اضافی، آن هم با تکیه بر ماشین مخرب جنگ و نظام اقتصادی، توأم خواهد بود و ادامه خواهد داد. امروز سرمایه‌داری دارای تاکتیک‌های متفاوت در برنامه‌های درازمدت برای سلطه بر ایران است، سلطه مجدد. روسی به عنوان منافع دموکراسی و حقوق بشر با ارتجاعی ترین و عقب افتاده ترین و منفورترین رژیم های تاریخ ایران، یعنی نظام جمهوری اسلامی، به سازش آشکار و پنهان و آنها را مورد حمایت مستقیم و غیر مستقیم خود قرار می دهد. نمونه گوادالوپ و آوردن رژیم مذهبی در آن زمان و امروز کنفرانس ورشو که در تدارک برچیدن آن برگزار کرده اند هست. رژیم الله ها در طول حاکمیت ننگین خود همواره مصادف با بحران و بحران تراشی های عدیده بوده است و حاکمان این حکومت، حکومت قرون وسطایی نیز همواره دستشان در ترور، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام مخالفین خود در حقیقت ادامه سلطه خونین خود را تضمین کردند. اما آیا توانستند با بهره‌گیری از خشونت بر مشکلات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی فائق آیند یا بر آن افزودند؟ البته اشتباهات و خیانتها و ندانمکاری‌های بخشی از سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی را نباید در تثبیت این رژیم کم بها داد که دست رژیم را در سرکوب جنبش‌های اعتراضی باز گذاشت و این موجب شد که ارتجاع حاکم توانست با صلاح سرکوب و با بهره‌برداری از درآمد قابل توجه فروش نفت، علی‌رغم اینکه بسیاری از مؤسسات تولیدی در رکود صنعتی قرار گرفتند و نتیجه آن بیکاری، گرانی و کمبود مایحتاج زندگی مردم بود، اما توانست به حیات خود ادامه دهد. اما بالاخره چرخ اقتصاد اسلامیش از کار افتاد و از حرکت باز ایستاد و کلیت سیستم جمهوری اسلامی در برزخ هولناک سقوط قرار گرفته یا گرفتار شده است. کابوس ورشکستگی کامل اقتصادی خواب خوش بهشتیان را از دیدگان ملاهای مفتخور و کلاش ربوده که روزگاری رهبرشان اقتصاد را مال خر می‌پنداشت.
امروز با کاهش درآمدهای ارزی، سقوط بهای نفت، سقوط پول ملی و از همه مهمتر رویگردانی اکثریت قاطع مردم از حکومت فاسد و اخیراً جاری شدن سیل و ناراضی شدن بیش از پیش مردم از این رژیم و دروغ‌هایی که سالها تحویل مردم دادن، این همه مشکلات عظیمی را در برابر مردم قرار دادند. تا جایی که کارگزاران رژیم نیز به صراحت کامل نگرانی از سقوط خود را از نتایج این مشکلات می‌بینند که تأثیرات بسیار خطرناک برای حیات اقتصادی جامعه دارند و کاری نمی‌توانند انجام بدن. در اثر بی‌تدبیری به جا مانده صنایع و کارخانجات ورشکسته، بیکاری در ابعاد میلیونی و سیاست پنهان و آشکار خارجی در خدمت شعله ور کردن جنگ، چه داخلی و چه خارجی، ادامه میدهم. همچنین که امروز هم در واقع قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست در واقع تروریسم ارتش آمریکا دقیقاً به این مسئله و به نزدیک شدن جنگ در واقع یک قدم پیشتر برداشت شد. مسئله ای که باید به آن توجه مخصوص مبذول داشت این است که بحران گریبانگیر رژیم فقط اقتصادی نیست، بلکه رژیم مواجه با بحران اعتراضات مردم در سراسر کشور می باشد و این دردناکتر و شکننده تر از مسئله اقتصادی برای رژیم می باشد، زیرا موجودیتش در خطر حتمی قرار گرفته است. همه جریانات سیاسی ایران برای یافتن راهی جهت برون رفت از شرایط فعلی در ایران به منظور خروج از بحران کلیت رژیم در تلاشند، اما وظایف بسیار مهم و همه جانبه‌ای در مقابل جنبش چپ یا جنبش سوسیالیستی ایران قرار گرفته است. چپ ایران یک بار دیگر بعد از انقلاب سال 57 در معرض آزمون مجدد سیاسی اجتماعی قرار گرفته است. به گمان من چپ‌های ایران در برابر مدعیان آلترناتیو آینده ایران کم صداتر و بدور از هیاهوی راست روانه به منظور حضور در ائتلاف‌های بورژوازی قرار دارند. البته نباید فراموش کرد که چپ ایران یک کاسه نیست و مرزبندی مشخصی در مقابل نیروهای غیر چپ ندارند و این نشان می‌دهد که بخشی از چپ مسئله مبارزه طبقاتی را نادیده گرفته و وارد همکاری و همیاری با احزاب بورژوازی شده است و این نشان می‌دهد که هیچ از گذشته نیاموختند. هنوز متوجه نیستند که فقدان مرزبندی دقیق و روشن طبقاتی در اتخاذ تاکتیک‌های مبارزاتی چه زیان‌های جبران ناپذیر و پیکر این جنبش می‌تواند وارد بیاورد. نمونه آن همکاری احزاب چپ و کمونیستی با حزب دموکرات کردستان ایران و یا احزاب شبیه آن است. مسئله بعدی که چپ هنوز با آن دست به گریبان می باشد ادعای داشتن رهبری کارگران و توده‌های میلیونی در ایران است. این گونه حرکت‌ها جز خودفریبی چیزی دیگر در بر ندارد. چپ ایران هیچ گونه تأثیر مستقیم
در آرایش سیاسی جامعه در حال حاضر ندارد و جوابگوی حل معضلات جامعه نیست و برای آن برنامه‌ای که قابل پیاده شدن و مورد قبول مردم ایران باشد ندارد. چپ مستقل باید در هر صورت خود را از خود محوربینی کاذب نجات دهد. چپ روشن فکری ایران چه بخواهد و چه نخواهد، اگر قرار است نقشی در آینده مثبت بازی کند، تا زمانی که از محدوده روشن فکری خارج نشده و به یک جریان اصلی کارگری و توده‌ای تبدیل نشده، باید آن هم در ایران باید با اطمینان زیاد و میتوان گفت که تحت تأثیر نوسانات سیاسی جریان‌های مختلف قرار می‌گیرد. نمونه آن امروزه در ائتلاف‌هایی که انجام گرفته، مثلا شورای موقت سوسیالیست‌های چپ ایران یا سازمان فدایان خلق ایران و همکاریشان با 8 جریان دیگر که متأثر از این جریانات شدن و نباید تابع متغیری از این سازمان ها شد، برای اینکه بعضی از اینها از سازمان های اصلا با چپ ارتباطی ندارن و حتی ضد چپ هم هستن. امروز متاسفانه به خاطر تأثیرات منفی و عملکردهای چپ و تبلیغات جمهوری اسلامی علیه جنبش چپ، جنبش چپ ایران البته، چپ را به راه حل‌های رفرمیستی و سازشکارانه گرفتار کرده است. آیا قبول مسئولیت به خاطر ندانم کاری‌های دوران اول انقلاب راهیابی برای مجموعه مشکلات و مسائل اجتماعی در آینده که با آن مواجه خواهد شد را دارد؟ تجربه گذشته و حوادث و واقعیت‌های کنونی نشان می‌دهد که اوضاع به نفع چپ مستقل در ایران نیست و راه حلی برایش وجود ندارد و تنها باید به خود بیاید و صفوفش را در برابر انواع و اقسام سازمان‌ها و برنامه‌های داخلی در ایران و بین‌المللی در خارج از ایران منسجم و هماهنگ با منافع درازمدت زحمتکشان ایران بنماید. آیا خطراتی در آینده نیروهای چپ منفرد را در نبود تشکیلات چپ مستقل در صحنه سیاسی روز منفعل نخواهد کرد که دنبال روی نیروهای بورژوازی بشوند و در تقدیس دموکراسی بورژوازی سینه زنی کنند؟ اعتقاد داشتن به اولویت بخشیدن به آرمان بر تشکیلات مهم است. این اعتقاد مشی مبارزاتی را صیقل می دهد. البته اعتقاد به تجمع داوطلبانه و آگاهانه طیف وسیع منفردین چپ، هم عقیده و هم سلک، را به هم بیش از پیش نزدیک میتواند بکنه. آیا انواع تزهای ارائه شده از جمله تز جبهه، یعنی نیروهایی که همه نیروها در یک جبهه با هم متحد بشن برای چپ، اون هم چپ مستقل، مشکل ایجاد نخواهد کرد؟ آیا حقوق برابر چپ در درون جبهه با جریانات بورژوازی را داراست؟ یا چپ فعلا باید به اتحاد عمل مبارزاتی تن داده و تشکیلات مستقل خود را درست کند؟ در درون جنبش چپ ایران کماکان چون گذشته به نظر من سردرگمی، فقدان تحلیل مشخص از آنچه که امروز در ایران می‌گذرد حاکم است. امری که میتواند در کوتاه مدت به بیعملی و در دراز مدت منجر به از دست دادن زمینه‌های حضور فعال در تحولات آینده جامعه بینجامد. اما چپ مستقل میتواند با استفاده از تجارب پربار مثبت و منفی گذشته استواری و پیگیری خود را در یک مبارزه همه جانبه در خدمت زحمتکشان عرضه نماید
و برای رسیدن به هدف اصلی در مرحله اول به طرح یک تشکیلات برای تقویت جنبش عملی، جنبش شورایی و دموکراسی مستقیم با سایر همفکران به تبادل نظر و در نهایت به توافق دست یابد. چپ باید با همبستگی و اتحاد عمل مبارزاتی سازمانها و عناصر چپ حول اهداف ضد جمهوری اسلامی و هماهنگ ضد سرمایه‌داری بدور از تنگ نظری ها و فرقه گرایی ها و تنظیم هرچی بیشتر دیدگاه روشنتر نسبت به تحولات آینده جامعه و نیز در ارتباط با حوادث و اتفاقات خارج، علارغم اینکه ارتباطی با بدیل سازی ها ندارد و کوشش در راه یافتن پاسخگویی جهت معضلات جامعه و پرداختن به منافع طبقه زحمتکش و حرکت از منظومات این طبقه امروز شاید بیش از هر زمان دیگری برایش واجب و مطرح باشد. در شرایطی که بالاخره در آشفت بازاری که بسیاری طریق عافیت را در تخته کردن هر حرکت متشکل یافته‌ای بدانند، ضروری است که با پافشاری و حرکت مستقل در جهت منافع تاریخی طبقه زحمتکش در تئوری و عمل و کوشش در راه یافتن اشکال مختلفی منجر به اطلاع جنبش مستقل کارگری بینجامد. اگر همت بگماریم و باید سعی کنیم همه در پیوند با مسائل مشخص جامعه قرار بگیریم و دانسته ها را در حیطه جنبش مستقل کارگری با معنای مشخص و عمل مشخص گسترش دهیم. در عرصه سیاسی باید با کوشش و مطالعه بتوانیم مشترکاً پاسخهای مناسب را یافته که قابل پیاده شدن در جامعه ایران باشه. یکی از ممیزهای نیروهای چپ مستقل از نیروهای سنتگرا که ریشه در سوسیالیسم سوویتی دارند و باید اعتراف نمود که جنبش چپ ایران و نیز جنبش جهانی کارگری علارغم وجود عوامل عدیده که هر یک در شرایط مشخص و متعارف به تنهایی می توانند انگیزه‌ای برای حرکت‌های اعتراضی چه در داخل و یا در خارج باشند و در شرایط مناسب و مطلوب اگر نباشد بد هم نیست، البته وسایل و معضلات بر سر راه جنبش را نباید ساده انگاشت. می‌دانیم که راهی بسیار سخت و دشوار در پیش روی حرکت چپ ایران قرار دارد. از یک طرف چپ باید مقابله کند با هجوم گسترده ضد سوسیالیسم و کمونیسم و به طور کلی ارتجاع سیاه مذهبی داخلی و به طور خاص طرفداران سرمایه‌داری. درست است که راه ما در این زمان دشوار است، اما با تشخیص شرایط تاریخی و کوشش همگانی برای همسویی با طبقه کارگر که از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، باید همبستگی ایجاد کرد. دوران فرصت طلبی و مماشات با فرصت طلبان راست و مذهبی پایان یافته است و همچنین دوران همبستگی های آبکی با دارندگان اعتقادات کاذب و فریبکارانه دیریست که به سر آمده. انقلاب و ادامه آن را نمیتوان روخانی و تصویربرداری کرد. امروز به صورت آشکار در مورد یا موارد مختلف میان برداشت‌ها و خواست‌های مشخص یک طبقه
با طبقات دیگر به وضوح روشن و آشکار برای همگان شده است. دیگر نمیتوان میان صندلی وسط نشست. اپوزیسیون چپ مستقل ایران باید در مسائل مختلف زندگی سیاسی و مبارزه اجتماعی به صورت فعال خود را برای پاسخگویی به جنبه های مختلف مبارزه با قابلیت های خود به مساوی یک نیروی متحد به عنوان یک نیروی اجتماعی که قابل حذف باشد و به طور مشخص خود را به صورت یک جریان همسو با حرکت و تکامل تاریخ در جامعه عرضه نماید. متاسفانه چپ ایران از لحاظ تئوری و سیاسی ناهمگون و همچنین مطلع از تجربه های گوناگون بین المللی و از تأثیر منفی آنها بی بهره نبود است و از طرفی مورد سرکوب بیرحمانه عوامل جمهوری اسلامی در 14 دهه گذشته بوده که ضربات جبران ناپذیری را متحمل شده است که نتوانسته به سادگی جایگاه مستقل خود را در مبارزات و در عرصه‌های مختلف پیدا کند. حوادث و اتفاقات نابخشودنی بخشی از چپ وابسته در ایران در رابطه با نقض آزادی‌های دموکراتیک و امروز حتی به خاطر بی‌توجهی به فعالیت‌های اپوزیسیون راست، طرفدار سرمایه و با فقدان تحلیل از نیازهای بلاواسطه جنبش مردم ایران و جدا کردن مبارزه سیاسی در بستر پاسخگویی به مطالبات دموکراتیک، بخش‌های وسیعی از مردم و همچنین مبارزه طبقاتی، شرایط به مراتب بدتر از سال‌های پیشین روبروست. اگر معتقد باشیم که طبقه کارگر آگاه دارای رسالت اصیل تاریخی است و این رسالت در یک مبارزه همه جانبه است، پس باید در ابعاد مختلف در مبارزه سیاسی و طبقاتی مشترکاً آن را متحقق سازیم. فقدان آزادی های سیاسی در ایران یک موزل اجتماعی است که در ارتباط با گروه خاصی مستقیم نیست. یعنی باید قادر شد مابین مبارزه سیاسی و مبارزه طبقاتی رابطه منطقی به وجود آورد. ادامه این روش است که جنبش چپ مستقل قادر خواهد شد در همه سطوح خود را به یک نیروی اجتماعی پرقدرت مبدل سازد و باید نسبت به همه رویدادهای سیاسی اجتماعی واکنش مناسب از خود نشان دهد تا بتواند در موقع مناسب معادلات و آرزوهای نیروهای بورژوازی را به خطر بیندازد و آن را به نفع منافع زحمت کشان که اکثریت جامعه را تشکیل می‌دهند بکشاند. روشن است که اختلاف نظر در سازمان‌ها و افراد منفرد موجود است و نمی‌توان منتظر نشست تا خود به خود این نیروها به درک و تحلیل یکسان از مارکسیسم در روند چپ مستقل در همه زمینه‌های نظری و تئوریک به درک مشترک و متحد برسند. به نظر من وجوه مشترک برای یک فعالیت هدفمند و اندازه کافی موجود است. توافق بر سر برنامه مشترک عملی ضد رژیم و مخالف سرمایه‌داری جهانی و توافق بر سر مبارزه علیه همه آلترناتیوهای رنگارنگ بورژوازی و ارتجاعی و توافق بر سر همسویی چپ، توافق بر سر بسیج سازمانها و گروهها و افراد چپ و محافل غیر متشکل با قبول انتقاداتشان به سازمانهای چپ که بدان منظور از آنها گسستند موجود است. این توافقات در واقع موجود است. آغاز تدوین یک برنامه مشترک، یک مبارزه سالم تئوریک و غیره. بنابراین با تمام قوا و توان واقعی باید راه‌های عملی
در جهت مبارزه مشترک علیه رژیم ارتجایی حاکم بر ایران و علیه سرمایه‌داری جهانی را جستجو کنیم و همه آنهایی که به سوسیالیسم و به وظایف تاریخی طبقه زحمتکش اعتقاد دارند و احساس تعلق وابستگی می کنند را دعوت و همکاری نماییم. نکته مهم این که توافق بر سر یک برنامه عملی به معنای نفع مبارزه نظری نیست و می تواند مبارزه نظری در هر شرایطی ادامه پیدا کند بین نیروهای سیاسی. چپ مستقل طرفدار منافع طبقه کارگران ایران اگر بخواهد در تحولات سیاسی آینده در ایران نقش مثبتی ایفا کند تا بتواند محاسبات سیاسی و اجتماعی داخلی و سرمایه‌داری را ناکام کند باید سر از لاک خود بیرون آورد و به پراکندگی خاتمه داده با حفظ تشکیلات خود بر سر مضامین ضد سرمایه‌داری و ضد جمهوری اسلامی با هم هماهنگ و یک پارچه در خدمت قاطبه اکثریت مردم ایران عمل کنه. به هر حال پیشنهاد من این است که نیروهای منفرد و نیروهای چپ مستقل به خود بیان و با یک فراخوان به همدیگه نزدیک بشن و این کمک بزرگی میکنه هم به کل جنبش چپ و هم به کل مبارزات مردم ایران که یک بخش دیگری از نیروهای ایرانی در این شرایط مشخص که مردم باش دست و گریبانن به یک اتحاد نسبی و خوب دست بیاورند. من در اینجا مطلبم رو خاتمه میدم و تا فرصت بعدی بدرود به همه هموطنان میکنم.